با دردها و بیماری‌های خود خداحافظی کنید. سلامت و آرامش خود را در محصولات کاملا گیاهی میترا هلت بجویید. محصولات میترا هلت برای پیشگیری از ابتلا به بیماری‌ها از کودکی تا کهنسالی همراه شما است. ارسال به تمام نقاط دنیا. آرامش و سلامت خود را در دستان دکتر میترا ذکریایی بجویید. تلفن سفارش 415-450-5044. میترا هلت. www.mitrahealth.com. هر کجا هستید آرامش را به زندگی دعوت کنید. جوانی و زیبایی حق شماست. من دکتر میترا ذکریایی برای رسیدن به یک زندگی شاد، آرام و سالم همراهتون خواهم بود. و با سپاس از اینکه با لبخند شیرینتون این برنامه رو دنبال میکنید، من دکتر میترا ذکریایی هستم و امروز روز چهارشنبه 6 بعد از ظهر روز دوم نوامبر 2016 است. از تلفن ها و ایمیل هاتون بسیار ممنون و سپاسگزارم. همونطور که قول دادم سوال ها رو میارم اینجا و توی تلویزیون جوابگو خواهم بود. امروز همونطور که میبینید صفحه‌ای که پشت سر من هست نشون دهنده اینه که این تلویزیون 19 سال تأسیس شده و از طرف خودم و شما به برنامه گذاران، به دست‌اندرکاران و کسانی که این تلویزیون رو برقرار و پایدار نگه داشتن که البته شما دوستان عزیز هم هستین تبریک میگم. دیروز به یاد یک حرفی افتادم، دوست دارم با شما شیر کنم چون ربط داره به این برنامه. یادم وقتی که بچه بودیم تا یه چیزی میگفتیم مادرم و خالم مخصوصا میگفتن ای بچه جان سلامتی باشه، همه این چیز هست. من و دیگر بچه های خانواده، خواهران، برادرام یا دختر خاله ها و اینا میگفتیم خب سلامتی که هست، حالا اینم باشه. میگفتن نه اول سلامتی. اون زمان برای ما به عنوان یک بچه این حرف خنده‌دار بود و میگفتیم خب همه سالمن، خب سلامتی هست، من آدم خیلی پیر میشه خب دیگه مریض میشه و درد داره. و الان که خودمون به سن پدر و مادرای خودمون رسیدیم به این مسئله رسیدیم که واقعا سلامتی چقدر مهمه. داشتم فکر میکردم یه دفعه به چشمم به یه چیز زیبا افتاد، خوشم اومد از نگاهش، نگاه کردن بهش لذت بردم. بعد گفتم ای بابا اگه فقط چشم نداشته باشم، به خودم گفتم دنیا تاریکه، چی معنی نداره، فقط یه چشما. ببینید دست هست، پا هست، گوش هست، کبد هست، ریه هست، کلیه هست، این همه سلول‌های عصبی هستن، این همه چیز. من یعنی میتونم دو روزم اسم ببرم تموم نمیشه که هر کدوم از اینا اگر کوچکترین خدشه‌ای توش به وجود بیاد لذت زندگی رو نمیتونیم ببریم. ولی وقتی که داریم میگیم خب هست دیگه، باید باشه. اکثر ما به فکر نگه داشتن این نمیمونیم، نگه داشتن این سلامتی، این خوشی، این زیبایی نیستیم تا زمانی که به خطر بیفته. وقتی که به خطر بیفته اون وقت تازه ما به تلاش میفتیم، میخوایم کاریش بکنیم. پس بهتره، چون رشته من همین رشته است، بهتره قبل از اینکه ناراحتی به وجود میاد، قبل از اینکه بدنمون فریاد بکشه و اون فریاد همون درده، قبل از اینکه به اونجا برسیم جلوی ناراحتی ها رو بگیریم، جلوی درد ها رو بگیریم، یا به پایه اولیه که رسید به فکرش باشیم. تمام کسایی که من تو دوستان و اطرافیان خودم میبینم، تمام دوستای من که خیلی گوش میکنن به بدنشون همیشه سالمن، چون همون اول میگن ای بابا من این غذا رو خوردم بهم نساخت، من این کار رو کردم بهم نساخت، من اینطوری خوابیدم برام خوب نبود. به بدنشون گوش میکنن. وقتی که به بدنشون گوش کنن تک تک اعضای بدن ما با ما صحبت میکنه، هیچ ناراحتی بر ما پیش نمیاد. به هر حال امیدوارم که همیشه خوش و سرحال باشید. درود بر شما، بفرمایید.
الان دو خیلی که حال شما؟ درود بر شما، خوب هستم، بفرمید. مطمئن که حال همه خوب باشه. من یه سوال از شما داشتم که کسی که سرطان داشته باشه خنده با میده روش تاثیر داشته باشه یا خیر؟ بله چشم، الان براتون میگم. ببینید، خنده، من همیشه آخر برنامه بهتون میگم، خنده یکی از بهترین و ارزونترین و ساده ترین داروهای دنیاست. یعنی کسی که میخنده، ببین وقتی من به یکی میرسم طرف داره لبخند میزنه، من اخمم یادم میره، ناراحتیمون لحظه، چهره خندان و بشاش و لبخند زیبای طرف، اصلا کسی هم با من کاری نداره، میاد از جلوم رد میشه، با لبخند که میاد رد میشه اصلا آدم احساس قشنگتری داره. وای به حال این که کسی که داره با ما کار میکنه، با ما حرف میزنه، با ما همخونه است، با ما زندگی میکنه، شریک خونه ماست، بچه است تو اون خانواده، مادره، پدره، هر کسی. ببینید چقدر مؤثره تو روحیه یه آدم، فوق العاده موثره. آف کورس که موثره، اصلا خنده درمانی هست. این خنده واقعا درمانه، چون ببینید وقتی که اون لحظه‌ای که ما میخندیم، اون لحظه مغز ما تخلیه میشه، به هیچ چیزی فکر میکنه، به هیچ چیز. و باور میکنید که تمام کسایی که مدیتیت میکنن سالها تمرین میکنن تا یاد بگیرن لحظه ای به چیزی فکر نکنن. خیلی سخته، ولی وقتی که دارین میخندین، قهقه میزنین، اون لحظه به هیچی فکر نمیکنین و مغزتون خالی میشه، پاک میشه. آف کورس مطمئنن همینطوره که شما میگید، خنده بسیار خوبه، بهترین داروه. به خاطر همینه یادم خیلی خیلی اصلا قدیما ما بچه بودیم میگفتن تو ایران، میگفتن کسی که بیماری خطرناک، حالا شما گفتین سرطان، سرطان داره بهش نمیگفتن. چرا؟ که روحیش خراب نشه. نمیگم خوبه یا بده، اینو شما هیچ وقت نگفتم، ولی طرف نمیدونست، فکر میگرد مریضه، حالا خوب میشه، حالا یه ناراحتی داره، که تو به اون مسئله فکر نکنه، مغزش نره ناراحت نشه و اون ناراحتی سمی تو بدنش ترشح میشه. اصلا عصبانیت و ناراحتی سم تو بدن ما ترشح میشه، سم. ببین چقدر خطرناکه. خب لبخند بزنین همونطور که الان اینجا نشستین برنامه منو نگاه میکنید، ببینید چقدر زیباتر میشین، چقدر جوانتر میمونین. آدمایی که همیشه میخندن و آدمای جوونین، یعنی روحیشون که جوونه، صورتشون هم جوانتر از آدمای دیگه است. آدمایی که بد اخلاقن و همیشه اخمشون پایین، از اول پیرن، از اول پیرن، اصلا حرفش هم نزنید. درود در شما، بفرمایید. اشتباه زدم؟ درود بر شما، بفرمایید. ببخشید صداتون نمیاد. درود بر شما، بفرمایید. الو جانم، بفرمایید. الو خانم، خسته نباشین. درود بر شما جانم. الو بله صداتون خوب میاد، بفرمایید. خانم ببخشید، من یه مادر دارم 85 سالشونه. سلامت باشه. همه مریضی ها دارن، قند خون دارن، پوکی و استخوان دارن، آرتروز دارن، همه چی دارن، منطقه خیلی درد دارن، دستشون درد میکنه، پاشون درد میکنه، بنده خدا همش ناله میکنه. حالا من نمیدونم چه کار کنم یه خود از دردشون کم بشه، چی بخورن که یه خود کمکشون بکنه. در با هم دوای اصل میخورن، هم دوای همه چی میخورن. انسولین میزنن؟ نه انسولین نمیزنن. متفورمین میخورن؟ نه قندشون خوبه. اونقدر هست که تقریبا کنترل شده است، به دارو نکشیده. بالا نیست. بله. خب خوبه، خوبه. غذا میخورن؟ اشتها. بله، اشتها دارن؟ ای؟ اشتها دارن؟ بله اشتهاشون خوبه. بله. خب خدا رو شکر، خدا رو شکر. فعال هستن؟ فعال هستن، نه اینکه بدون فعال، بد نیستن. باباکر خب. راه میرن، خود راه میرن، بد نیستن، ولی روحیشون خوبه خدا رو شکر. خب. نسبت به چقدر خوب. چقدر خوب. فقط درد دارن؟ بله فقط چشم. دستش درد میکنه، پاش درد میگیره، صبح تا زور همش، شب تا صبح که اصلا خواب نمیره، بچ همش میناله از درد. چشم، الان براتون میگم، الان براتون میگم. ببخشید. ببینید بهترین کار برای درد، بهترین چیز برای درد، هم
از نظر اکسپریانسی که من با شماها دارم و زنگ میزنین میگین و هم اینی که دیگه خودم باهاشون کار کردم، بهترین این آبو من فکر میکنم دستم میخوره، بالاخره میریزه، هرچی دورتر از من باشه بهتره. اوکانه که واقعا بهترینه برای درد. ببینید یادتون باشه من هیچ وقت نگفتم شما اگر آرتروز دارید اینو بخورید خوب میشید، من اینو نگفتم، ولی گفتم کمک بسیاری برای درد میکنه. آرتروز که خوب نمیشه، آرتروز میمونه. ما تمام سعیمون این که جلوی پیشرفتشو بگیریم، سعیمون اینه که وقتی که داریم دارو مجبور نشیم بخوریم که اون دارو بیاد معده و روده و کبد و کلیه رو همه رو از بین ببره. خب به خاطر همین اوکان یکی از بهترین ها برای تسکین درده. البته میدونید که این اساره است و ویتامین های دیگه هم توش هست و قویه. به خاطر همین اونایی که از خواب پا میشن درد دارن، میگم 4 تاشو با هم بخورن. به کبد و اینا هم کمک میکنه، به قند خون هم کمک میکنه، ولی من الان دارم راجع به درد صحبت میکنم. به اضافه مگنزیوم اویل که اینو اسمش مگنزیوم اویله، ولی 72 تا مینرال توشه و این به صورت اسپری میکنیم به جایی که درد داره، یه مقداری ماساژ میدین، حتی حالت روغن و چرب و اینا هم نداره. تازه میتونین اون بقیهش هم حتی بعد از نیم ساعت بشورین، چون این جذب بدنتون میشه، احتیاج نیست که همیشه باشه و اینا، بدن جذب میکنه، آرامش بهش میده، بسیار بسیار خوبه. اینو میتونید بدین برای قند مادر هم اگر میخواین کنترلش کنید، آلفا لیپویک اسید و کرومیوم خوبه. حالا اگر هم اینا رو حتما پیدا کنین استفاده کنین، اگر نه احتیاج بیشتری داشتین به من زنگ بزنید. قبل از هر چیزی من راجع به این دمودکس مایت، راجع به مایت ها بگم بعد جواب میدم. راجع به مایت ها، این مایت ها این جانورانی که زیر موی بدن زندگی میکنن و اینا اکثرا دوست دارن جای مرطوب باشن و با آب جوش و اینا هم از بین نمیرن، یعنی بیان روی حوله ما بشوریم، هم با حولمون هم بشوریم از بین نمیرن. خیلی خیلی جانوران بسیار زشت و پرجونی هستن، میان از زیر پوست ما میان بیرون و شروع میکنن غذاهای غذاهای پوست ما که مربوط به موی ما میشه، املاح رو و ویتامین ها رو میخورن. اینا همیشه بودن، چیز جدیدی نیست و اینا باعث خارش پوست بدن، خارش مو میشن، باعث زخم میشن، باعث جوش میشن در صورت، یعنی همه اینا به اینا بستگی داره. خب و اینا آفت هستن در حقیقت و باید از بین برن، همیشه بودن ولی نتونستن تا کنون چیزی رو پیدا کنن که اینا رو از بین ببره بدون اینکه موی سر یا پوست بدن رو اذیت بکنه. ولی جناب آقای بهبهانی اینو تهیه کردن، فعلا هست و دوستان عزیزی که حتی برای پوستشون استفاده میکنن بیشتر به ما زنگ میزنن و خوشحالن حتی تا موی سر. و یادمون باشه اینا آفتهای مو رو از بین میبرن، اون جانورانو، درست مثل آفت باغچه رو که از بین بردیم. وقتی که آفت باغچه از بین بره، هنوز باغچه احتیاج به آب داره، آفتاب داره، غذا داره برای پرورش گل. همونطور موهای ما، بدن ما احتیاج به مینرال و ویتامین ها رو داره، یادتون نره. دلیل بر این نمیشه که اینو بزنید. البته منم اینو 3 ماه به موهام زدم و خیلی هم راضی هستم. این دیگه موهاتون دیگه احتیاج به کلسیم و دیو اینا ندارید. نه اینطوری نیست، به هیچ وجه اینطوری فکر نکنید. من یه خطی رو بگیرم بعد توضیح بدم. درود بر شما، بفهمید. الو سلام علیکم. درود بر شما جانم. من عزیز خانم دکتر. بله عزیزم بفرمایید. خیلی از واقعا برنامه‌تون خیلی دوست دارم برنامه‌تون رو، من همیشه برنامه‌هاتون رو نگاه می‌کنم، ولی می‌خواستم الان یه چند تا مشکل دارم. یکی خارش پوست خانم دکتر در حد خیلی خیلی بالاست، یعنی خارش پوست که آدم یکی میگه خب میخاره، ولی طوریه که اون برس مو رو بر میدارم شب تا صبح، به خصوص وقتی میرم تو تخت شب بخوابم، بلند میشم لخ میکنم بدنم رو، اونقدر با این برس میخارونم دیگه بعضی اوقات یه رشایی از این برس روی بدنم. تازگی ها خیلی شده، قدیمی بود، یعنی خیلی قبلا هم داشتم ولی نه به این شکل.
بعد اول مشکلم اینه، دومینه که ریفلاکس دارم. بله. بعد همیشه امپرازول میخورم، ولی در اینه که ریفلاکس دارم چند دفعه اندوسکوپی کردم، گفتن معدت خوبه، حتی ورم هم نداره، نمیدونم این ریفلاکس ها. یه دفعه هم گفتن یه هرنی داره. آه، هرنی ها ده انتهای مریه. بله بله، هرنی داره. بله. دیگه من همیشه برای اینکه خب به اصطلاح یه دایتی رو رعایت کنم، تخم مرغ سفیدش رو که چون مثلا چرب نباشه، اکثرا دو تا تخم مرغ با نصف آووکادو یا با میوه اینا صبح میخورم. نمیدونم حالا این مثلا رو کبدم تاثیر گذاشته این تخم مرغ، یعنی که سفیده فقط پروتئین باید باشه دیگه. نه، شما زرده ها رو نمیخورین، سفیده میخورین؟ بعد دیگه همین دیگه. بعد از غذا خانم دکتر، به جای اینکه مثلا سیر باشم، غذایی که میخورم یهو شل میشم، احساس ضعف و گرسنگی، یعنی دو تا شیرینی شیرین ریچ اگه نخورم حالم جا نمیاد. ولی خب الان نمیخورم، سعی میکنم نخورم، اما خب همین ضعف میکنم و احساس خیلی نیاز به شیرینی های خیلی شیرین پیدا میکنم، اونو که میخورم حالم جا میاد. خب شما گفتین زرده تخم مرغ رو نمیخوری؟ نه نمیخورم، گاهی اوقات مثلا دو هفته سه هفته یه دفعه میخورم، ولی اکثرا صبح سفیده رو هر روز صبح. هر روز صبح با آووکادو، نصف آووکادو میخورم. شما چند سالتونه؟ من 73 سال. وزنتون چقدره؟ وزنم الان 150 پونده. قدتون چقدره؟ قدم 62 اینچه. خب قدتون بلنده نسبت به خانومهای ایران. 62 اینچه. بله، ولی خب خانم دکتر وزنم اکثر دکترهای زیاده. من فکر کردم 1.62 سانتین، ولی 62 اینچی. چی گفتین؟ 62 اینچه. بله. 62 اینچ قدتونه؟ بله فکر کنم. بله همین دیگه. چند سانت میشه؟ 155. خب همون. بله درست. بله واسه 155 وزنتون زیاده. زیاده؟ بله بله وزنتون زیاده. حالا براتون میگم، فعال هستین؟ ورزش میکنین؟ من چون پرابلم کمر 2-3 سال پیدا کردم و پیاده روی روزی 2 ساعت میکردم، یعنی بدنم اصلا ادابته شده بود. از وقتی که این کمر درد گرفتم این بلاها سرم اومده. ما میتونیم تو شنا کنیم؟ پیاده روی نمی کنم، ولی ورزش مخصوص کمر رو، یعنی یه حالت فیزیوتراپی رو چند دقیقه در روز؟ مثلا صبحانه بخورم از خواب که بیدار میشم، یه رو 20 دقیقه تا بدنم دیگه خسته بشه نرمش. نه ولی جدیدنم خانم دکتر، من خیلی سردمه. بله الان براتون میگم. بله شبا مثلا با غیر از لباس خواب نازک هیچ وقت با یه پتو یه ملافه، ولی الان یه پتو یه لحاف جاکت شلوار اصلا عادت ندارم، نمیدونم چرا اینجوری شده. الان براتون میگم. بله مرسی. خواهش میکنم. در مورد خارش پوست بدنتون، همونطور که من قبل از اون داشتم راجع به دمودکس مایت ها صحبت میکردم، به احتمال قوی اینا هست. اگر دوست داشتین زنگ بزنین راجع به اونا با هم صحبت بکنیم، فوق العاده مؤثر خواهد بود در بدنتون، اصلا فوق العاده. در مورد سردی بدنتون میگین سرد میشه، یعنی اینکه جریان خون در بدنتون آروم شده. خب شاید هم شما ورزش میکردین، خیلی الان ورزش نمیکنین، یا الان حرکتتون کمه، به هر حال جریان خون در بدنتون آرومه. وقتی که جریان خون آروم باشه حالت سردی میاد، اینقدر آدم سردش میشه. نه وقتی میدوید گرم میشین، به خاطر اینکه سرعت گردش خون در بدن زیاد میشه. برای این کار شما میتونید یک کیسه خشک بگیرید، بدنتون رو کیسه بکشین، از بالا به پایین نمیکشین، از پایین به بالا، پایینم پاهاتونم از قوزک پا به زانو، از زانو به بالا، اینطوری یه مقدار این گردش خون بدن رو تسریع میکنید. همراه اونا اون دمودکس داروها یه چیزایی میاد به نام های فرکانسی، یه دستگاهی میفرستن براتون، دستگاه های فرکانسی، که اون فوق العاده به همین جریان خونی که من میگم کمک میکنه، هم در سر هم در بدن تسریع میکنه جریان خون و خیلی مؤثر. البته
رو پوستا میگن که اصلا اون برای پا صاف کردن و از بین بردن چنین چروکه، ولیکن برای تسریع جریان خون در بدنه. در مورد زرده تخم مرغ من نمیدونم چرا، اولا شما فکر نمیکنم عقیده خوبی باشه که هر روز تخم مرغ بخورین صبح، یکی دوتا هر روز بخورید، حالا هر سفیده زرده هر چیزی که هست تنوع داشته باشین. شما صبح تا ظهر احتیاج به غذای سنگین ندارید، برای اینکه کبد داره خودشو تمیز میکنه و وقتی کبد داره خودشو تمیز میکنه احتیاج به غذای سنگین نداره. بخورید، نه اینکه صبحانه نخورید. حالا من وقتی که اینو میگم همه میگم بابا همیشه که میگفتن صبحانه اصلیه. بله خب اگه صبحانه اصلیه، دلیل بر این نمیشه که ما چلو کباب بخوریم، دلیل بر این نمیشه که ما بیکن بخوریم، دلیل بر این نمیشه که بشینیم خیلی زیاد بخوریم. گاهی اوقات با دوستان هستیم وقتی که ویکند اشکالی نداره، ولی به صورت روزمره من دارم صحبت میکنم هر روز این کارو نکنیم. صبحانه رو خیلی ساده میتونید سبزیجاتو برنج کنین، میتونید میوه بخورید، میتونید سبزی بجوید بخورین، هر چیزی سبک، فوق العاده سبک و پروتئین زیاد اصلا احتیاج ندارین تا ظهر. حتما اینو یادتون باشه. و زرده من نمیدونم، ماها وقتی که کلسترولمون بالاست یا هر کاری میخوایم بکنیم، اول یقه این تخم مرغ رو میگیریم، میگیم تخم مرغ برای ما خوب نیست، تخم مرغ کلسترول میبره بالا. گوشت رو میخوریم، میگیم گاهی اوقات گوشت میخوریم یا اصلا سه روز در میون میخوریم، ولی هر جایی کیک ببینیم، شیرینی ببینیم، سودا ببینیم، تمام این چیزها رو میخوریم، در حالی که کیک هم تخم مرغ داره، هم شکر داره، هم آرد داره، هم روغن داره، همه اینا بده، اونو میخوریم. ولی یه تخم مرغ رو با زرده که آلبومین داره، ویتامین داره، مینرال داره، پروتئین داره، همه چی داره، اونو میگیم برامون خوب نیست، خیلی ها ترک کردن. حالا بعضی هم میگن ما سفیده رو میخوریم، زرده رو نمیخوریم. در بدترین شرایط هفته ای دوتا تخم مرغ هیچ کسی رو نمیکشه، کلسترول کسی رو بالا نمیبره. خیلی چیزای دیگه در روز بنویسین میخورین که خیلی ضررش بیشتر از تخم مرغه، ولی ما به اونا توجه نمیکنیم و یقه تخم مرغ رو میگیریم. حالا در مورد اسیدی که برمیگرده، این به این دلیله که بله، انتهای روده بزرگ امکان داره دریچه‌اش شل شده باشه که باعث میشه دریچه باز میمونه، ما غذا که میخوریم دریچه باید بسته بشه. اگه دریچه شل بشه واسه خودش آزاد باشه، غذا که داره هضم میشه، این یه مقداری از این اسیدهایی که تو بدنمون هست، اسیدی که برای غذا هضم غذا هست، برمیگرده و اذیت میکنه. ولی یادتون باشه موقعی ما معده درد میگیریم، موقعی به قول شماها ترش میکنیم که اسید معدمون کم میشه، حالا یا با آب زیاد قبل از غذا خوردن، رقیق کردن شیره معده، سودا خوردن، سالاد رو آخر غذا خوردن، چیزایی که برای به معدمون به بدنمون گوش نمیکنیم، چیزایی که براش خوب نیست و میخوریم، و حالا تمام اینا دست به دست هم میده. یعنی بدن شما اگر که اسیدش کمه، هیدروکلوریک اسید احتیاج دارین که کمک کنه، اونم نه زیادیه، چند روز میخورید بعد خوب میشین. آنزیم احتیاج داره، اگر درد دارید سلیپری الم احتیاج دارید که مثل یک حصاری دوره روده و معده رو میگیره. البته چای رو باید بذارید کنار، کافئین رو باید بذارید کنار، اگه سیگار و مشروب میخورین باید بذارید کنار، غذاهای چرب رو بذارید کنار، بیشتر از همه لبنیات و شکره که باید بذارید کنار. چاییتون رو میتونین چای گیاهی بخورید، چایی هم که من دارم چای یکی از 15 تا گیاه درست شده، اکثرش برای معده خوبه، یعنی برای اعصاب خوبه. وقتی میخورین اعصابتون راحته، معده آرامش داره. خب اینو یادتون باشه. درود بر شما، بفرمایید. سلام عرض کردم خانم. درود بر شما جانم، بفرمایید. حال شما؟ من از آلبرتا کانادا زنگ میزنم. الو. بله بفرمایید، صداتون رو دارم. از آلبرتا کانادا زنگ میزنم. من حدود 67 سالمه. خب من تقریبا 8 ماه پیش رفتم تست کامل دادم، همه چیم اوکی بود، همه چیم نرمال بود. بله. ولی 3-4 ماه من میبینم وقت مذارت میخوام بیدم دستشویی بعدا لیک میکنم. آه بله بله. اون هفته
رفتم دکتر، دکتر به من گفت برو آزمایش دوباره. من رفتم آزمایش، چیز کردم، از هم سونوگرافی کردن، هم آزمایش، به من میگه هم قندت رفته بالا، هم به اصطلاح پلاسوب گرفتی. بله بله. خب به من دارو داده. خب دارو نمیخورم، تا حال دارو نمیخوردم به اصطلاح. هیچ زمان دارو، یعنی حدود 60 سال دارو نخوردم. خب 67 سال. خب الان 5-6 ساله به اصطلاح ویجیتریایی هم ویجیتریانی. خب 200 بود بوده، چه میگم 220 10 پوند بوده، این که ادم 195 بود، 198 پوند. خب خواستم اینم چه کار کنم برای خب شما. خب الان من یه سوال دارم، شما دارو گفتین نمیخورین، خب به جاش دارین چی کار میکنین؟ چی داری میخورین؟ من کار میکنم، کارم سنگینه به اصطلاح. خب ولی الان برف ایناس کار نمیکنم، من برم ایران ورزش میکنم، روزی یه ساعت میرم ورزشم میکنم. خب شما یعنی دارویی که دکتر بهتون داد برای پروستاتتون و برای قندتون و اینا گفتین نمیخورم، به جاش ورزش میکنم؟ من میخورم، الان میخورم، الان بهم داده میخورم، میگه چون تو سن ضبط بالا بخور دیگه. خب حالا به من زنگ زدین که من در چه مورد کمک کنم، یه چیزی بهتون بدم که دارو نخورین؟ من داروی به صلاح طبیعی هست، من دارو شیمیایی نخورم. بله الان براتون میگم، الان براتون. البته یادتون باشه ما هیچ وقت هیچ کدوم از ما نباید دارویی رو که دکتر به ما داده رو قطع بکنیم سر خود و خانم دکتر و آقا دکتر بشیم بریم یه چیزایی بخوریم. داروهای آلترناتیوی که هست خوبه، خیلی خوبه، خیلی هم کمک میکنه، ولی من همیشه میگم اینها رو، من این ساپلمنت ها رو به شما میدم، فرضاً قندتون اگر کنترل شد، بهتر شد، خود دکتر مقدار دارو رو براتون کم میکنه، بیشتر کار کنید کمتر میکنه، احتیاج نداشته باشین خودشون کم میکنن و از بین میبرن. بنابراین دارویی که دکتر متخصص اون رشته بهتون میده شما نمیتونید قطع بکنید به هیچ وجه. حالا بله وقتی که ادرارتون لیک میکنه شما مطمئنن دو حالت داشت که دکترها البته تشخیص دادن، یا پروستات میتونه باشه یا شل شدن ماهیچه‌های مثانه که سنتون انقدر بالا نیستش که به شل شدن ماهیچه مثانه بکشه، همون پروستاته. خب قندتون هم که رفت بالا، بله یک تومار بلندی هست که چه چیزایی رو میتونید بخورید چه چیزایی رو نمیتونید بخورید. البته ورزش بسیار عالیه. خب ورزش کسی که میکنه هنر نمیکنه، باید بکنه. مثل اینکه یکی بگه من میخوابم، خب باید بخوابین، بدن احتیاج به استراحت داره. مثل اینکه یکی بگه من نفس میکشم، آب میخورم، باید آب بخورین، بدن احتیاج داره. ورزش هم به همون نسبت بدن احتیاج داره، باید انجام بدیم. کار مهمی نمی کنیم ما ورزش میکنیم، خب باید بکنیم. ولی در مورد آلترناتیو بله خیلی چیزا هست آلترناتیو، به من زنگ بزنین بهتون میگم این کارا رو بکنید، اینا رو انجام بدید. قندتون اگه اومد پایین، پروستاتتون اگر درجهش بهتر شد، خود دکتر اون داروها رو برای شما کم میکنه. با من تماس بگیرین بیشتر بهتون میگم، خب چون اطلاعات بیشتری بهتون ازتون احتیاج دارم. ولیکن همین الان شما شکر رو قطع کنید، همین الان شما شیر و فراورده هاشو واقعا لبنیات رو قطع بکنید. آیودین، من اصلا امروز میخواستم راجع به آیودین صحبت کنم. آیودین جزء املاحی دریایی بسیار بسیار برای ما خوبه، نقطه عطفیه تو کنترل تیروئید. و اینو من اونی که خودم بهتون میدم میگم فقط یک قطره در روز بخورید، جلوی سرطان تیروئید، سرطان سینه، سرطان رحم و سرطان پروستاتو میگیره، کمک میکنه خیلی به ما، به متابولیسممون کمک میکنه، به انرژیمون کمک میکنه، به کار مغز کمک میکنه، به استخوان ما کمک میکنه، به جذب کلسیم در بدن کمک میکنه، یه مقداری بدن رو تمیز میکنه، دیتاکس میکنه. یه قطره هم بیشتر احتیاج نداری، اونی که من براتون میفرستم فکر کنم یکی دو سالم براتون کافیه، حتی به هر خانومی میفرستم میگم آقایونم بخورن. پس بنابراین اینا رو باید رعایت بکنیم. ببینید سن که میره بالا، سنم نره بالا، حالا دیگه سن دیگه اون وقتا میگفتیم 40-50، الان دیگه بچه های دبیرستانی هم هستن که باید مواظب باشن، فقط ماها نیستیم، برای مواظب قلبشون، کلسترولشون، قندشون باشن. پس دیگه باید همیشه این کار رو انجام بدیم.
درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما، بفرمایید. سلام خانم دکتر. درود بر شما، بفرمایید. خانم دکتر. بله بفرمایید، صداتون هست، بفرمایید. آره من یه مقدار فشار خون دارم. خب. فشارم بالا. خب. بعد از 3 روز پیش تا حالا این گردنم 2 تا رگ اینور اونورش گرفته، به شدی که گردنم چوبه و فعلاًم سوشی و کارت و بیمه اونا ندارم اینجا. من چه کار کنم که این درد خوب بشه؟ چی مصرف کنم؟ مصرف سرعتی، خونگی، چه کار کنم؟ من شما کاری کردید که رگای گردن گرفته، یعنی ماهیچه های این رگا گرفته، منظورتون نه که خود گردن گرفته خون نمیره. بله ماهیچه های گردن خون جرایان پیدا میکنه گرفته، فقط میگن با آب گرم و حوله گرم و این چیزا خوب میشه. فعلا هم خوب نشده خانم دکتر. بله از تلویزیون لطفا گوش کنید. من میدونه دیشب اصلا 1 دقیقه نتونستم بخوابم. شما کاری کردید؟ مسئله پیش اومد؟ عصبی شدید؟ بعضی ها میگن سرما خورده، نمیدونم چون فشار خونم بالاست، خونم خیلی غلیظه. برای فشار خونتون چی میخورین شما؟ من یه قرصی از ایران آوردم با خودم اونو میخورم. دکتر داده بهتون؟ ایران دکتر بهم داده، روزی یکی گفته بخور، ولی من روزی 2 تا میخورم، این فشارم پایین نمیاد. به اون صورت چشم براتون میگم. الان غلظت خونم بالاست و گردنم هم گرفته. خیلی خوب، غلظت خونتون که بالاست، یک بعد آب، مخصوصا آب قلیایی اگه در دسترستون هست بخورید، آب خیلی زیاد بخورید، ویتامین هاتون رو باید بخورید، غذای سالم باید بخورید، ورزشتون رو بکنید، اینا غلظت خون رو میاره پایین. بعد سیر با لیمو ترش حتما اون رو قاطی بکنید بخورید، مقدار زیادی سیر خام رو با لیمو ترش قاطی کنید بخورید. حتی برای باز شدن رگ ها، اینو میگم، شما ماهیچه رگتون گرفته، ولی برای باز شدن رگ ها یه فرمولی هست که یه فنجون سیر، یه فنجون سرکه سیب، یه فنجون زنجبیل، یه فنجون آب لیمو، اینا رو قاطی هم میکنین، میذارین یه کمی بجوشه، بعد عسل میریزین توش، میذارین بمونه، روزی 1-2 تا قاشق ازش میخورین، این رگ ها رو باز میکنین، توی رگ ها رو باز میکنین. ولی الان شما فکر میکنم ماهیچه های گردنتون گرفته که درد دارین، به احتمال اینجوری که شما گفتین. البته اون برای باز کردن رگ هاست. خب اگه وزنتون بالاست، خب باید وزنتون رو بیارین پایین و رژیم سخت بگیرین. ولی اگر ماهیچه گردن گرفته، یکی از بهترین کارهایی که میکنیم، میتونیم برین زیر دوش آب رو گرم بکنید، آروم آروم داغ داغ کنید، ماساژ بدین، بعد آروم آروم سرد کنید با فشار. خب فشار مستقیم فقط رو گردن، آب رو آرام آرام سرد آرام آرام گرم بذارید چند ماه، این ول میکنه. اگر که ماهیچه متشنج شده باشه ول میکنه براتون. و البته من نمیدونم وزنتون چجوریه، غذاتون رو چجوری میخورید، نه همه به همه اینا بستگی داره. شاید هم بد خوابیدین، شاید هم واقعا بالشت، بعضیا دیدین که هر جا میرن بالششون رو میبرن، واقعا اونا غیر از اون بالش دیگه‌ای بذارن زیر سرشون، گردنشون به قول معروف رگ به رگ میشه، درد میگیره فردا صبح. خب عادت کردن، میدونین هر کسی یه جوری عادت میکنه. بعضیا هم هر جایی میتونن بخوابن، رو میزن میتونن بخوابن، یه کتاب میذارن زیر سرشون میخوابن، هیچ جوری هم نمیشه، بدنشون اونطوری عادت داره. دلیل بر خوبی و بدی هم نیست، ولی خب بعضی بدنشون اونجوری عادت دادن که کتاب هم میتونن بذارن، یه دستشون هم بذارن زیر سر میخوابن، هر جایی هم که شده راحت میخوابن. درود بر شما، بفرمایید. الو با من هست میخوایید؟ بله عزیزم بفرمایید. درود به شما خانم دکتر. من 1 سال دارم، ولی قبل از این سالم از حرفای شما داشتم گوش میکردم. یه سال دیگه بعد من پیش اومد، زمانی که فهمیدید که بدن صبح خودش رو تمیز میکنه، غذای سنگین نباید خورده بشه، آیا ورزش هم صبح نباید انجام بدیم؟ چون اونم انرژی بدن رو میگیره. چه اشکال داره انرژی بدن با غذای سنگین خوردن فرق میکنه؟ شما وقتی که دارید کار میکنید، خونه رو تمیز میکنین یا هر کاری میکنین، نمیشینین وسط گردگیری خونه بشینین چلو کباب بخورید، نه؟
درست همینه، وقتی که کبد داره کار میکنه ما نمیتونیم غذای سنگین بهش بدیم. غذایی که میدیم باید خیلی ساده باشه. ورزش بخوریم. بله خب. نه هیچ اشکالی نداره. نه ورزش اشکالی نداره خانم. ورزش هیچ اشکالی نداره. بهانه اصلا هیچ بهانه‌ای من قبول نیست برای ورزش نکردن یا دیر و زود کردن یا کم کردن. ورزشتون هیچ نگرانی نه. خوردن غذا ولی من سوال من یه چیز دیگه بود در واقع. من میخواستم لطف کنین شما در مورد تیروید پرکار و کمکار توضیح بدین و چه غذاهایی مناسبه برای هر کدومشون. چشم. خیلی ممنون میشم. من از تلویزیون گوش میکنم. لطف کنید. خواهش میکنم. درود بر شما، بفرمایید. با من هستی خانم دکتر. بله عزیزم بفرمایید. سلام عرض میکنم، خسته نباشین خانم دکتر. میخواستم در مورد شیره توت از خدمتتون سوال کنم که راجع به مضراتش یا مفید بودنش و اینکه چاق کننده هست یا نه و میشه به جای قند چای با اون خورد؟ شیره توت مصرف کرد؟ شیره توت متشکر میشم. شیره توت، شیره توت. شیره توت بسیار مقویه، بسیار شیرینه. البته حرارت که دادین خیلی از ویتامینا رو ازش گرفتن. شکر ساتوریتد اشباع شده داره، ولی برای کسایی به سن من و شماها خوب نیست که بخوریم. برای بچه‌ها خوبه، برای اونم نه همه بچه، بچه‌ای که خیلی ورزش میکنه، خیلی میدوه، خیلی انرژی داره و برای رشدش ممکنه خوب باشه. ولی خیلی شیرینه خانم. و چاق میکنه، اگه سوالتون اینو چاق میکنه، بله که چاق میکنه. خیلی اصلا خود توت چاق میکنه. توت خام چاق میکنه. توت خام. درست مثل انجیر. انجیر خیلی خوبه، خیلی خوشمزه است. ولی من 10 تاشو بخورم فردا 2 پوند رفتم بالای وزنم. چاق میکنه، بله خیلی هم چاق میکنه. با چرا شیره توت میدونین چقدر یه نصف قاشق شیره توت میدونین چند تا قند میشه، چقدر شکر میشه؟ فوق العاده سنگینه. نه اگر که من جای شما باشم نمیخورم، من اصلا نمیخورم. من ممکنه اگر در سال جایی ببینم برای مزه، ببینم مزش چیه، یه قاشق چای خوری حد اکثر بخورم. خب شما هم همین کار بکنید لطفا. در مورد تیروید، تیروید یکی از مهمترین غدد بدن ماست که تمام کارها رو میکنه، متابولیسم رو کنترل میکنه، مغز رو کنترل میکنه، چاقی رو کنترل میکنه، حرکت رو کنترل میکنه. خراب باشه همه جا اثر میذاره، به همه جا اثر میذاره. به خاطر همینه که دکترها برای کمکاری یا پرکاری دارو میدن به ما که اینو منظمش کنیم. فوق العاده قدر موثری، فوق العاده موثر. خب حالا اگر تیروید کمکار داریم، که اکثر ما تیروید کمکار داریم، اگه تیرویدمون بالانس نباشه، ببینین اگه پرکاره میاریمش مناسب، کمکاره بازم باید بیاد اینجا. یکی از بهترین چیزهایی که تیروید رو منظم میکنه همون پارادایز نکتر، این قطره‌ایه که من بهتون گفتم. البته بر قندم خوبه، بر کلسترولم خوبه. تیروید رو من کسایی که تیروید داشتن از این خوردن گفتن که تیروید برای تیرویدشون خیلی مؤثر بوده و کار کرده رو تیرویدشون. بنابراین به خاطر همین مسئله اولین چیز اینه. حالا اونایی که تیروید کم کار دارن باید حتما غذاهای دریایی بخورن، باید نمیتونن چیزایی رو که از سبزیجاتی که از خانواده کلم هست بخورن به هیچ وجه. البته اون فرمنت کردن یا تخمیر سبزیجات رو که گفتم 80% کلمه میریزید، اون ربطی نداره چون کلم تخمیر میشه دیگه، این حالت رو نداره. ولی اگر تیروید کم کار داریم نمیتونیم کلم و براکلی و شلغم و اینجور چیزها رو تو این خانواده هست بخوریم، مارچوب و اینا رو نمیتونیم بخوریم. ولی تا میتونیم غذاهای دریایی رو بخوریم. اگر نمکی میخوایم بخوریم،
از نمک جلبک های دریایی رو بخوریم. بعضی ها می نویسن نمک دریا، سی سالت، خب اون که اونم اکثرا تقلبیه، مگر اینکه شما بدونید از واقعا از نمک دریا هستش می خورین. اون باشه آره، یا جلبک های دریایی مثل کلپ. کلپ یکی از بهترین نمک ها سرات بوی دریا میده. خب باید بوی دریا بده، مال دریاست، تو دریا زندگی کرده، نمیتونه بوی ونیلا بده برامون. من اگر جای شما باشم، اگر تیروید کم کار دارم، به جای نمک تو غذام از کلپ میریزم، این پودر خیلی نرم سبز رنگه، اونا رو میریزم، یا هر سیوید دیگه ای هم با اقسامش هست. برای تیروید خیلی خوبه، آیودین فوق‌العاده خوبه برای هر دو، تیروید پرکار و کمکار منظم میکنه. پارادایز نکتر تیروید پرکار و کمکار، غیر از داروهایی که دکتر بهتون میگه دارم میگم. برعکس اگر کسی تیروید پرکار داره، غذای دریایی نمیتونه بخوره، ولی در عوض کلم و شلغم و براکلی و اینجور چیزا رو فراوون میتونه بخوره. بازم اگر سوال بیشتری داشتی میتونید زنگ بزنید با من صحبت کنید. درود بر شما، بفرمایید. سلام خانم، خسته نباشید. درود. مرسی برای برنامه‌ای خیلی خوبتون. مرسی، بفرمایید. من چند وقتی پیش از تلویزیون شنیدم در مورد الجی کد، الجی چی؟ الجی از الجی؟ نه میدونم، الجی کلپ؟ یه کل، C-A-L، کلسیوم. آه، الجی کلسیوم، آها. که اینو از یک گیاه دریایی در امریکای جنوبی کلسیمشو میگیرن به اضافه چند منیراز که برای کسانی که استخوان دارن خیلی خوب است. وبسایتش هم که رفتم چندین دکتر صحبت کردن. بله. میخواستم ببینم شما اطلاعی دارین. خب و بذارید من یه چیزی رو کلی در مورد کلسیم بگم. چشم، الان براتون میگم. میخواستم ببینم فرمت کردن زردچوبه تازه مثل همون فرمت کردنی هست که شما بله. چند وقت بله. بیشتر بله. تلویزیون فرمودین بله. یا اینکه روشش فرم نه. میکنه هر چیزی رو اونطوری میتونین فرمت کنین بله. ولی کارشون فرق میکنه، میدونین. من اون فرمنتی که کردم با اون سبزیجات مختلف که من هر وقت هر کسی سفارشی داره اون ورقه رو دستورش رو میذارم، اون برای بالا بردن میکروب‌های خوب معده است، اون برای بالا بردن سیستم دفاعی بدنه، اون برای overall health ماست، کمک زیادی به سلامتیمون میکنه و کیتوه بسیار زیبا زیادی داره که ریلیت میشه به همین سوالی که شما کردین، باعث جذب کلسیم میشه خیلی زیاد. ولی اگر زردچوبه میخواین بگیرین، میدونین که سرتیفاید ارگانیک، میدونین به زمینش اصلا مواد شیمیایی نزدن، شما میخواین فرمنتش کنین تو خونه نگه دارین، انجام بدید، چیز بدی نیست. بله. من اون فرمنت شما رو که فرمودید چندین بار درست کردم، خیلی خیلی خوشمزه، خیلی عالی. منتها این دفعه که من درست کردم شیشه کمی بزرگ بود. آه. یه تهش که مونده یک کمی حالت خوشی داره. خب بندازین دور. خب بندازین دور. نه آ بله. چون مدت زیادی توی یخچال مونده طعمش عوض شده. بله بندازین دور. وقتی که طعمش عوض شده با اون قسمت‌های دیگه فرق می‌کنه، چیزی نیست. بریزین دور. شیشه‌های کوچولو کوچولو درست کنین، نگه دارین بهتره. نه حالا کوچولو که نه. بله. نسبت خانواده. بله. سلام، لطف کردید. خواهش می‌کنم. تمنا می‌کنم، خدا نگهدار. درود بر شما، بفرمایید. خانم خسته نباشید. مرسی جانم. من از بچگی اگزما داشتم، یعنی همیشه مثلا پاهام یا دستم همیشه خارج داشت و یه موقع زخم میشد. بله. الان این بیشتر شده، یعنی خیلی بعض وقت اصلا درد میگیره، یعنی مثلا همون زخم میشه، دستم شروع به خارج میکنه، اینقدر خارج میکنه که به خون میفته. بله. مثلا درد میگیره. بعد پاهای منم الان یه حالت خیلی خیلی خوش شده و رنگ پوستم هم تیره شده. باز دکتر گفتش که این اگزما روی صورت نشون داده میشه، یعنی مثلا اینجوری شده و اینا. من می‌خواستم ببینم چی کار میتونم بکنم، یا از نظر غذایی و اینا بل. مثلا چه دایتی رو باید بگم یا چه دارویی رو میتونم استفاده کنم که برام موثر باشه؟ آرنجاتون بیشتره؟ بله. نه آرنجا نه، بیشتر انگوشتامه.
زانو وقتی انگوشه. که آها بله بله چهار دفعه پشت سرم دستم رو بشورم بله رو به خارش میکنم بله چشم الان براتون میگم خواهش میکنم خواهش میکنم مرسی در مورد الجی کل که گفته بودید ببینید کلسیوم بله کلسیوم اگه سوالتون اینه که کلسیوم زیاد داره بله کلسیوم زیاد داره ما پوست تخم مرغ رو هم پوست تخم مرغ یا هر تخم قاز تخم اردک پوستش رو بگیریم بشوریم و بذاریم توی سرکه چند روز و بخوریم کلسیومه تاهینی کلسیوم فراوان داره خیلی چیزا کلسیوم داره خب قبول ولی کلسیوم خوردنش تنها مهم نیست جذبش مهمه به چه شکل کلسیوم جذب بدن ما میشه مهمه من ممکنه 3000 میلی گرم کلسیوم در روز بخورم 1 میلی گرمش جذب نشه ولی 10 گرم 10 میلی گرم 40 میلی گرم بخورم هر 40 میلی گرم جذب بشه جذب مهمه نخوردنش فوق العاده به خاطر همینه که کلسیوم به صورتی که جذب میشه در بدن ما به اون صورت باید بخوریم که گفتم K2 یکی از چیزایی که به جذب کلسیوم کمک میکنه یا آیودین رو گفتم به جذب کلسیوم کمک میکنه D3 فوق العاده مهمه مهمتر از کلسیوم برای استخوان ما چون اگر نباشه مگنزیوم فوق العاده مهمه چون اگه مگنزیوم نباشه اون D3 هم نمیتونه کارشو بکنه باید مجموعه باشه به خاطر همینه که من میگم کلسیومی که میخوریم باید به صورت مایع باشه که تهنشین نشه وقتی که میخوریم مگنزیومش بیشتر باشه که اینو به صورت مایع نگه داره دیتری رو بهش اضافه کنیم به صورت روغن که جذب بشه چون نمیتونن دیتری رو از یه اندازه بیشتر به کلسیوم اضافه کنن و نمیتونن و نمیکنن خب به اون اندازه که ما احتیاج داریم نیست این دیتری فرمنت سبزیجات هم میگیریم انجام میدیم که این فرمنت سبزیجات ویتامین K2 بالایی داره که با اون اندازه کمتر جایی میتونیم بگیریم اینا مجموعهش میشه جذب کلسیوم و بدن جذب میکنه بیشتر احتیاج داشتین به من زنگ بزنید باهاتون صحبت میکنم چون وقتم هم تموم شد سریع در مورد این اگزما میگم بله اگزما یکی از بهترین کارهایی که میکنین اولین کاری که میکنین باید داخل بدن تمیز بشه باید کبد تمیز بشه باید کلیه تمیز بشه باید انگل ها تمیز بشن ویروس ها تمیز بشن همه باید تمیز بشه یه تمیزی کامل داخل بدن داریم شما خب ویتامین دی بالا باید بخورین که مطمئنا ویتامین دی تون پایینه تو آفتاب برید نه اینکه اصلا نرید خب رویال جلی باید بخورید فوق العاده براتون مهمه بقیه چیزا هفته آینده میتونم بیشتر دربارش صحبت کنم در مورد خودتون شما میتونید با تلفن 415-450-5044 تماس بگیرید من اصلا وقت نکردم راجع به پروموشن ها صحبت کنم راجع به این آب که واقعا دارو هست برای بدنمون چون سلامتی برای بدنمون میاره بدن رو قلیایی میکنه بدن قلیایی سالمه نرسیدم زیاد صحبت کنم ولی هفته آینده اول صحبت میکنم بعد به تلفن جواب میدم الان به تلفنایی هم که هست جواب خواهم داد قطع نکنید فقط خواستم بگم شما رو به دستهای نازنین خداوند میسپارم لبخند و قهقهه فراوون خوشی زیاد تا هفته آینده برای شما و خانوادهتون آرزو میکنم سوالی داشتین کانسالت میخواستین 415-450-5044 تماس بگیرید شب و روزتون خوش Say goodbye to your pain. Find your health and happiness in Dr. Mitra's 100% certified organic products. Dr. Mitra's products reduce the risk of multiple illnesses, from children to the elderly. Ships worldwide. Leave your health and happiness in the hands of Dr. Mitra. Or reach us at www.mitrahealth.com. For more information or to order, please call us at area code 415-450-5044 आप कहीं भी हो किसी भी हालात में हो अपनी जिंदगी में सुकून और आराम लाइए खूबसूरती और जवानी आपका हक है आपकी जिंदगी के सफर में खूबसूरती और खुशहाली बांटने में डॉक्टर मित्रा ज़कारियाई हमेशा आपके साथ रहेंगे